اخبار رسیده از کشور میانمار حاکی از آن است که اعتراضات خونین در این کشور همچنان ادامه دارد یک مقام حقوق بشری سازمان ملل اعلام کرد حداقل 18 نفر در اعتراضات روز یک شنبه در شهرهای مختلف میانمار توسط نیروهای امنیتی جان باخته و بیش از 30 نفر نیز مجروح شدند بر اساس این گزارش این بالاترین میزان تلفات یک روزه در اعتراضات میانمار است برخی منابع اعلام کردند که روز یک شنبه حدود هزار نفر نیز در اعتراضات بازداشت شدند. تعداد کل افراد دستگیر شده در اعتراضات پس از کودتا در میانمار به 11132 نفر رسیده است. دبیر کل سازمان ملل سرکوب مردم میانمار را به شدت محکوم کرد و کشتار معترضان سرطلب و دستگیره های خودسرانه را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل نیز عنوان کرد دبیر کل از جامعه جهانی می خواهد که دور هم جمع شوند و به ارتش میانمار پیام روشنی ارسال کنند که باید به خواست مردم میانمار که از طریق انتخابات اعلام شده احترام گذاشته و سرکوب را متوقف کنند این در حالی است که ارتش اعلام کرده میخواهد اعضای دولت از جمله آنکسان سوچی را در دادگاه های خود محاکمه کند آنها مدعی هستند در انتخابات تقلب شده است